سلام و درود دیگری دارم در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که باز این شانس برای من هستش که خدمتتون باشم. من باز می‌خواستم یادآوری بکنم، ممکنه که بر اساس عادت‌ها آدم فکرش جای دیگه بره، یادش بره یا هر چیز دیگه. این برنامه اسمش امروز و فردای ایرانه، یعنی نشأت گرفته از نگرانی‌های من که برای امروز بچه های ایران و فردای کل جامعه ایران دارم. این نگرانی ها، این دلشوره ها همه باعث شده که با لطف تلویزیون ایران فردا من این چند دقیقه رو در هفته خدمتتون باشم و مسائلم رو با شما مطرح بکنم. مسائلی که من مطرح میکنم، همونطوری که در طی این زمان گذشته‌ای که من در این تلویزیون بودم، همه در رابطه با امروز و فرداست، همه در رابطه با نگرانی هاست. بحث روز نیست، بحث شعار انتخاباتی نیست، بحث اینی که من بهترم یا اون بهتره نیست. احترام به همه کسانی است که در هر زمینه مشغول فعالیت هستن، بیشتر اون کنشگران، بیشتر اون افرادی که در حال صاحب نظر هستند، بیشتر اون کسانی که دلشون میخواد که یک تغییری در امروز و فردای ایران به وجود بیاد. به همین دلیل عرض میکنم که هیچ رقابتی در کار نیست، همه و همه در یک محور امروز و فردای ایران میگرده. بحث روز هم نیست، بحث روز رو در حال هم در تلویزیون ایران فردا هم در جاهای دیگه شما مرتب شاهدش هستید، بیشتر از همه در خود جمهوری اسلامی که بحران به وجود میاره، در مورد بحران بحث میکنه و همه رو سرگرم میکنه. من هفته پیش با شما در رابطه با 16 فرمان آقای خامنه ای صحبت کردم. امروز هم ادامه همون نگاه به اون 16 فرمان که آدم رو به فکر وادار میکنه که ما کجا هستیم؟ آیا واقعا آقای خامنه ای در رأس حکومت ایران، اگر باشن البته، چون خود این مسئله قابل بحثه، آیا آقای خامنه ای در رأس حکومت ایران هستند؟ آقای روحانی در ریاست جمهوری هستند؟ آیا مجلسی در ایران وجود داره به قول این آقای عرضی که میگه که اون خراب شده؟ حالا من نمیدونم واقعیت قضیه این، اگر اینها در رأس حکومت هستن و حکومت یک پارچه در اختیار سپاه نیست، آیا اینها ناآگاهند به این مسائلی که فرمان صادر میکنن در موردش؟ آیا ناآگاهند به این که تو جامعه چی میگذره و این فرمان ها چه اثری رو خواهد داشت؟ من تا هفته پیش تا ششمین فرمان رو خدمتون مطرح کردم. هفتمین فرمان ایشون از 16 فرمانشون بازنگری و اصلاح و تکمیل نظام حقوقی است. همونطور که میدونید به هر حال 100 و چند سال پیش مردم به دنبال دادگستری بودند. امروز با این مسئله مواجه هستیم که دادگستری در ایران یعنی چی؟ وقتی که قاضی واقعا وجود نداره، وقتی که کل دادگستری، کل قوه قضاییه در ایران نه در اختیار سیستم قضایی بلکه در اختیار سیستم شرخری است، آیا اسم این سیستم رو میشه دادگستری گذاشت؟ آیا اصلاح میشه کرد؟ میشه متناسب با مسائل روز در قوه قضاییه کاری رو انجام داد؟ من باور ندارم. هشتمین فرمان ایشون میگن که ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه. من رو به یک نکته میبره این قضیه،
قبل از حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی، در حال دورانی که ما نوجوان بودیم و جوان بودیم، در اون زمان ما شاهد این بودیم که به هر حال دو جنس مخالف با همدیگه در کافی شاپ ها، در رستوران ها، در پارک ها با همدیگه بودن. این فضای سالمی که جمهوری اسلامی به وجود آورده همه را به زیر زمین خونه ها، اتاق های دربسته، با اجباری که خانواده ها، با ترسی که خانواده ها دارن وادار کرده. ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده با توانمندسازیشون برای کاهش دغدغه های آینده خیلی خیلی به نظرم میرسه که مسئله رو فقط از روی یک سری متنها و کتاب ها تهیه کردن. ارتقای معیشت خانواده یعنی چی؟ آیا یعنی 30 میلیون نفر گرسنه؟ آیا این مجموعه بزرگ زحمتکشان و کارگران ایران زیر خط فقر، در حالتی که اقتصاددانها میگن حداقل معیشت باید که 2,500,000 2,800,000 تومان باشه، با 812,000 تومان میشه که معیشت و اقتصاد خانواده رو بالا برد؟ خب اینها همه سوالاتی است که باید مطرح کرد. سازماندهی، ساماندهی نظام مشاوره‌ای، خب این مشاوره خانواده اینها چی کار میکنن؟ بزرگترین کاری که میتونن بکنن، امروز بزرگترین مسئله در داخل ایران در رابطه با مسئله آموزش و قبل و حین تشکیل خانواده، ارتباط هایی که وجود داره، نیاز جامعه است، به دلیل وجود جمهوری اسلامی به این مشکل عجیب و غریب دچار شده. به نظر من بزرگترین نقش مشاور خانواده قبل از تشکیل خانواده و ازدواج برمیگرده به این که یک جاهای مناسب تری رو پیدا بکنن برای سخت جنین، که میدونید که الان ایران در ردیف بزرگترین کشورهای سخت جنین غیر قانونی قرار داره و خطرات بسیار بسیار گسترده‌ای که در این زمینه میتونه وجود داشته باشه. تقویت و تشویق خانواده، ببینید باز خانواده هایی که به دلیل وجود جمهوری اسلامی در جای جای جهان گرفتار دوری از همدیگه شدن، این یه شعار بی محتوا فکر می کنید باشه؟ حمایت، ببینید باز خیلی جالبه، 12 فرمان ایشون، حمایت از عزت و کرامت همسری. فکر میکنیم که آقای خامنه ای که این 16 فرمان رو صادر کردن ناآگاه به این هستن که نیم بیشتری از زنان روسپی ایران که به دلیل مسائل اقتصادی روسپیگری میکنن زنان شوهردار هستن. این رو آقای خامنه ای نمیدونن. آقای خامنه ای نمیدونن که در زمره همین افراد 15% اینها با اطلاع شوهرانشون به روسپیگری پناه آوردن برای حداقل ادامه حیات خودشون و بچه هاشون. اینها مسائلی است که آدم فکر میکنه که قطعا آقای خامنه ای دور هستن و اینها رو گذاشتن جلوشون که فقط امضا بکنن. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده که همیشه مطرح میشه، من فکر کنم بالاترین بحثی که میشه در اینجا مطرح کرد اینه که ثبت احوال در ایران اعلام کرده دیگه آمار طلاق رو اعلام نخواهد کرد. چرا آمار طلاق اعلام نمیشه؟ چرا نباید که آسیب‌های اجتماعی آمارشون مشخص باشه و بدونن که چه راهکاری وجود داره برای ترمیمش، برای از بین بردن آسیب ها؟ چرا نباید باشه؟ آیا فکر کنید که آشغالا رو زیر فرش جمع بکنید میتونید که مملکت رو اداره بکنید؟ اینها همه پیامدها و نتایج 37 سال گذشته جمهوری اسلامی است. راهی جز این وجود نداره. 14 فرمان ایشون در مورد حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده هایی با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان. من فکر کنم که باز حتما آقای خامنه‌ای در جریان نیستن، دفتر ایشون ایشون رو در جریان نمیگذاره که این حمایت اقتصادی و فرهنگی
یعنی چی؟ اگر که ایشون سرزده مراجعه بکنن یا کسانی رو بفرستن به قوه قضاییه، میبینن نه تنها حمایتی از زنان بی سرپرست وجود نداره، زنان سرپرست خانوادار عضو میخوام وجود نداره، بلکه شرط حمایت بسیار بسیار سنگینه که اونها رو به روسپیگری میکشونه. از طرف کی؟ از طرف همون حمایت های حقوقی، از طرف همون مسائلی که خود دستندرکاران حکومت بیشتر و بیشتر میدونن، اتخاذ روش های حمایتی و به هر حال به نوعی تکریم سالمندان. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که شما بر بخورید به این که یک کسی که یک عمر زندگی خودش رو صرف کار کردن برای خانوادهش و وطنش کرده، حالا در سالمندی با چه مشکلاتی مواجهه، اینها تکریم، اسم اینها تکریم. آخرین فرمان ایشون در رابطه با ایجاد سازوکارهای لازم برای ارتقای سلامت همه خانواده ها، به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزند آوری، این به نظرم نقطه اوج جوک این 16 فرمانه که وقتی که آدم برای 80 میلیون جمعیت فعلی ایران، همون 37 میلیونی که امروز بعد از 37 سال به 80 میلیون نفر رسیده، 30 میلیون گرسنه داره، وقتی که با این 30 میلیون گرسنه، با این مجموعه بزرگ بیکار و معتاد و غیره و غیره میخواد جمعیت بکنه 150 میلیون، خب این عرض کردم این بزرگترین جوک صدر این 16 فرمانه. ولی من همش یک مسئله بیشتر ندارم، اون مسئله اینه که با یک سوال فکر میکنم بشه مطرحش کرد، یک سوالی رو که من مطرح میکنم، یک پاسخی رو که شما براش میتونید داشته باشید. قدر مسلم اینه که سوال من و پاسخ شما رو هر دو، هم من و هم شما، میدونیم. هر دومون میدونیم که با 16 فرمان، نه با 160 فرمان هم هیچ امکانی وجود نداره که شما بیاید جلوگیری بکنید. میگم که آمار آموزش پرورش میگه در سال 92 بچه های معتاد در دبستان ها 0.5% بودن، حالا شدن 1%. این آماریه که تازه اعلام میشه. بدونید که هیچ گونه از آمارهای جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست. به حال مصرف مشروبات الکلی در حکومت اسلامی امروز به تولید و صدور رسیده، صادر میکنن، تولید میکنن و صادر میکنن. بچه ها، همون نگرانی همیشگی من، این بچه ها تکلیفشون چیه؟ به کجا می انجامه؟ این کسانی که به هر حال توی جامعه میخوان آینده سازان این جامعه بشن، کسانی که به هر حال وقتی که به حکومت نگاه میکنن، حکومت جز بی اخلاقی، جز فساد، جز دزدی های آنچنانی که در تاریخ ایران اصلا مشابهش وجود نداره، چیز دیگری رو ارائه میکنه به مردم جامعه. سوال من همینجاست، دقیقا سوالم همینجاست، پاسخ شما رو هم میدونم، ولی با این همه باز تکرارش میکنم برای اینکه از عادت خارج بشه. آیا جز سرنگونی نظام جمهوری اسلامی راه دیگری وجود داره؟ آیا میتونیم همچنان فکر بکنیم اصلاح طلبان عاشق قدرت میتونن مسائل رو اصلاح بکنن؟ من اعتقادم بر اینه که غیر ممکنه. سپاسگزارم.